بله، به این میگن بن‌بست. راه حل‌ها بی جواب مونده بودن و دیگه همه به ته خط رسیده بودن، چون اون زمان هم نیروهای آزادی خواه کم نبود، همه طالب آزادی بودن، همه خفقان ناشی از دیکتاتوری شاه با ثبات مخصوص رو حس میکردن. ولی برای بعضیا آزادی دیگه یک رویای دست نیافتنی شده بود. بعضیا میگفتن آقا باید صبر کرد، باید صبر کرد تا شرایط عینی انقلاب فراهم بشه، تا وقتی تودا در ابعاد میلیون نیان تو خیابونا هیچ چی تغییر نمیکنه. خب مردم همه الان به فکر خودشونن. این مردم یا به این دیکتاتوری عادت کردن یا از ترشون دیگه جرأت مخالفت ندارن. بابا چه برسه به اعتراض، دیگه تموم شد، تموم شد آقا. باید صبر کرد تا مردم آگاه بشن و یه دوره تاریخی بگذره. آره آقا. اما بنیانگذاران مجاهدین کسانی نبودن که بتونن به اختناق و ظلم موجود تن بدن. اونها بر این باور بودن که اگر جذب یأس و ناامیدی حاکم شده، باید باشند افراد پیشتازی که پیش از بقیه و قبل از بقیه حاضر به فداکاری باشند و پا در عرصه نبرد با دیکتاتوری بذارند تا شرایط رو اول تغییر بدن و زمینه رو فراهم کنند تا بعد توده ها به حرکت برند. وگرنه شرایط انقلابی هیچ وقت خود به خودی و بدون پرداخت بها فراهم نمیشه. اینطور بود که بنیانگذاران راه جدیدی رو پیش پای نیروهای آزادی خواه باشن. محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع‌زادگان از همون زمانی که سازمان مجاهدین خلق ایران را تأسیس کردند متعهد شدند تا برای عبور از گردنه‌های صعب تاریخ همه چیز خود را فدا کنند و این کلمه راز و رمز اطلاع سازمان مجاهدین خلق ایران و فراگیر شدن نام آن شد. مجاهدین که پیش از آن هیچ اسم و رسمی نداشتند، نخستین نیروی سازمان یافته انقلابی بودند که در روزگار شاه به مدت 6 سال تمام در مبارزه مخفی دوام آوردند و برای ورود به عرصه عمل آمادگی کسب کردند. مجاهدین آن زمان که در ابتدا هر کدام فقط دانشجویان سیاسی بودند، در این مدت با انجام مطالعات عمیق فلسفی، سیاسی، مذهبی و تاریخی در کنار تقویت پایه‌های ایدئولوژیک یک سازمان انقلابی به کار عضوگیری و پیریزی یک تشکیلات آهنین هم مشغول بودند. بعد از ضربه سال 1350 و به راه افتادن موج دستگیری‌های اولیه و شکنجه‌ها و شهادت‌ها، نام مجاهدین در سراسر ایران پیچید و مرام مجاهدین در قلب جوانان مسلمان و نیروهای آگاه و مبارز و به ویژه دانشجویان مشتاق رهایی از ستم جا گرفت. خونی که از پیکر مجاهدین و مبارزین آن روزگار جاری شد، زمینه‌های انقلاب به ضد ستم تیرا فراهم کرد و راهگشای عبور خلقی از دروازه‌های